بیکاری و افزایش بهای مواد غذایی در این سرمایه سنگین از مهمترین عوامل است که مردم را با بحران مواجه ساخته و خانواده های زیاد با تهدید گرسنگی روبرو اند. این بار اما بنیاد بیات به صدها خانواده نیازمند در ولایت لوگر بسته های مواد غذایی توزیع کرد. مسئولان بنیاد بیات می گویند این مساعدت های زمستانی پس از سروی که انجام شده بود به خانواده های مستحق و نیازمند توزیع شد. مسئولان این نهاد امدادرسان همچنان بر کمک های بشری برای نیازمندان دیگر ولایت های کشور تاکید دارند. در ادامه کمک های زمستانی بنیاد بیات که در ولایت مختلف توزیع صورت گرفته، امروز هم خوشبختانه در ولایت لوگر آمدیم که لستش قبلا از طرف تیم بنیاد بیات سروی شده و جمع‌آوری شده بود و یک تعداد از مستحقین و مستضعفین و معلومین و معیوبین ای توضیح میکنیم که مواد شامل آردوغن را برین نباشد و ولایت دیگر که مانده به زودی انشاءالله اون هم توضیح خواهد کردیم. این بسته های کمکی که شامل آرد، برنج و روغن می شود، هدف آن دستگیری نیازمندان گفته شده است. در همین حال، کسانی که از این کمک ها مستفید شدند، از دیگر نهادهای خیریه نیز می خواهند که در چنین اوضاع دشوار دست نیازمندان را بگیرند. بنیاد بهات برای ما کمک میکنه، ما خیلی ازش خوشحال هستیم. خدا دیگه توفیق بده امروی ما کمک کنه. خیلی مردم اینجا بیچاره و غریب هستن. من ډیر خوشاله یم ورجانه چې بل ورځ مونږ تراغ لوي مونږ لیسی واخیستل او راته وی چې هغه مری بل مغرب تراشه. مونږ ډیر خوشاله یم خپل مشګرات کو ورځ سال یو نیم سال روپی پیدا کو. د مونږ دی ورځ 200 یا سال یا یو نیم سال روپی مزدوری ده. دغه شای چې مونږ تراکی مونږ دی میاست خرچه ان شاء الله تعالی کیږي. خدای دې نو را کوم کنه ورکی چې مو سمرسو کې مسه کومک وکي مون خاص د وطن ته د ولایت ته راغلی مو چګرات مزدوري په سي نه پکې په سي راغلی نو دلته کور لرو نو کوټه لرو نو نمره لرو. بنیاد بیات همساله در سراسر کشور به افراد نیازمند و بی بضاعت کمک می کند که سلسله این کمک ها به همه ولایات می رسد. بنیاد بیات در این دور کمک های زمستانی اش به ولایت کنداز، هرات، بلخ، اروزگان، کنر، بامیان، غزنی، پکتیا، پکتیکا، خوست و کابل رسیده است و در دیگر ولایات کشور نیز ادامه خواهد داشت.